این مزخرفاتی که یک عده میگن آقا باید انسان درس بخونه اعتقاداتشو از روی چه میدونم اون میگه تحقیق میکنم یعنی چی تحقیق میکنم چند شب پیش بنده خدایی میگفت که بابا زنگ زده به من میگه برادر من داره الان تحقیق میکنه انجیل میخونه سایت های مسیحی ها رو گفتم تو برادرت هر دو غلط کردید برادرت غلط کرد چون او گمراه میشه اون چی حالش میشه تو غلط کردی که داری کار برادرت رو تحسین میکنی کجا عرضم به حضور شما در کجای تاریخ کدام روایت کدام آیه کدام عالم وارسته باسواد هم متدین باشه و هم باسواد باشه بیا بگی که آقا تو باید بری تحقیق بکنی چی تحقیق بکنی یک جا کجا داره که عرضم به حضور شما امام علیه السلام به یک شیعه آمده باشه بهش بفرماد تو رفتی تحقیق کردی اونایش هم که علم لازم نداره اعتقاد اجمالی کافی آقا شب اول قبر سؤال شب اول قبر این به حساب سر شبه یا نیمه شبه یا دمدمای صبح هرچی که هست هرچی که هست آقا عرضم به حضور شما در قیامت انسان را وقتی که تو جهنم آدم کافر غیر شیعه را می تو جهنم میندازن چون که دو تا مطلب مسلم شیعه به جهنم نمیره و غیر شیعه هم به بهشت نمیره یه روایتی من تو ذهنم از سابقها که اگر کسی احتمال بده غیر شیعه به بهشت میره اونم به بهشت نمیره اونم به بهشت نمیره اینه که برای غیر شیعه اگر کشته بشه در راه خدا کسی بگه شهید این دیگه نهایت احمق و منحب النقر باید بردارن اینه جاش بگذارم تازه اگر کسی خیال بکنه این راه راه خداست بره کشته بشه این شهید نیسته این مقتول فی سبیل الله نیسته